ای زن کاربر، در این درس اجازه بدید که به عنوان دیولوپر یا توسعه دهنده از مایکروسافت آفیس ورد استفاده کنیم. برای اینکه بتونم تب دیولوپر رو اکتیو بکنم میرم توی فایل آپشنز کاستماایز ریبن و بعد دیولوپر رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم، تب دیولوپر اضافه میشه. برای مثال یک پروگرامینگ ساده رو اجازه بدید انجام بدیم، مثلا یک کلکولیتور، یک ماشین حساب درست بکنیم به توسط ویژوال بیسیک. دیدید که کلیک کردم مایکروسافت ویژوال بیسیک باز شد. میتونستم به توسط Alt و F11 هم همین کار رو انجام بدم. بذارید که یک فرم درست بکنیم، اسم بدم بهش، بعد براش یک تکست باکس در نظر بگیرم، کامند باتم های کوچولویی رو اینجا درست کنیم، بعد کنترل نگه میدارم، کپی میکنم ازش، میتونم همه رو انتخاب کنم و بعد از همگی کپی بگیرم. نسبت هم بد نیست. اجازه بدید یک بکگراند براش در نظر بگیرم. این هم بد نیست. تکسش رو بیام بگم که فونتش بزرگتر بشه. بله. و بعد بیام برشون اسم مشخص کنم. برای مثال میگم که این بشه یک. تازه بدید بزرگترش کنم اینجا رو که اسامیش رو ببینم. این دو هست. کامند باتم 3 در نتیجه 3 4 است. بنده 5 خب این 10 هست. بذارید 10 رو جاش رو عوض بکنم با 11 به دلیل اینکه میخوام 10 رو برای 0 استفاده کنم و 11 رو برای 3 کلین. 12 بند خوبه برای مساوی. دیگه اینا خیلی فرق نمیکنه. برای مثال به علاوه و اینا فقط اسم هستن، کپشن هستن. در نتیجه فقط میخوام دیده بشند با این اسامی که بدونیم که مثلا صفر رو میخوایم استفاده کنیم برای این کلید بایستی کلیک بکنیم. حالا اجازه بدید که براش کد بنویسیم. اینجا مثلا دابل کلیک میکنم، میام تو صفحه کامندش، میام کامند بنویسم. ابتدا به ساکن اجازه بدید یک کامند جنرال اون بالا بنویسیم. Explicit menu daemon نام یک باشه as long. خودش میاد درست میکنه حروفی رو که باید کپیتال باشه. در نتیجه خیلی برام مهم نیست که درست تایپ بکنم، کپیتالش رو as string منه.
اینجا کامند باتوم یکمون هست. بایستی طوری کامند رو بنویسیم، فرمان رو بنویسیم که وقتی بر عدد یک کلیک شد اینجا تکس یک رو نشون بده. در نتیجه باید بگم که if و بعد اسم تکس باکس که بود تکس باکس یک اگر اشتباه نکنم. اجازه بدید چک کنم اینم درست است. بله، تکس باکس یک. خب این اگر توش تکسی نوشته بشه بایستی تبدیل بشه به اگه صفر باشه then. اجازه بدید کپی کنم که مجبور نشم تکراری بنویسمش. مساوی هست با یک و بعد اگر این نباشه and یک و بعد and if. خب بذارید ببینم چک کنم درست انجام دادم. ابتدا به ساکن تب رو بزنم که راحت تر باشه خوندنش برام. بله به نظر میاد درسته. خب میزنم بر روی F5. بله درست انجام میده. فقط اجازه بدید که بیام این پایین بگیم که Align و Right که عدد رو دست راست بمون نشون بده بیرون رو انتخاب میکنم و بعد میام اینجا کلیک میکنم یا یعنی اینکه بر روی F5 میزنم. بله الان درست انجام میشه. یه مقدار اگر کوچیکترش بکنم بد نیست. بذارید انتخابش کنم و بعد بگم که هایتش کوچیکتر باشه، مثلا 30. میام بیرون انتخاب میکنم. تست کنیم که ببینیم چجوری است. بهتر شد. خب اجازه بدید که اینو کپی کنیم و بعد برای شماره 2 بیایم درستش بکنیم. 2 و 2 اینجا هم 2. بریم چک کنیم F5. 2 رو هم درست انجام میده. خیلی عالی است. خب حالا چند تا باید کپی کنیم. کپی 2 رو داریم. 8 تای دیگه. در نتیجه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و بعد میام بالا. 2 رو پیدا میکنم. میگم این رو اوتوماتیک ریپلیس کن با 3. ریپلیس. حالا 4. 3 تا بعد 5. دلیل این که کپی کردم این است که همه کد ها دقیقا یکیه، فقط باتن ها اسمش متفاوت میشه و بعد تکسشون به تب متفاوت میشه. در نتیجه عدد ها فقط تغییر میکنه. F5 میذارم ببینیم که درست انجام میشه. 1, 2, 3 صفر رو درست انجام نداد. ببینیم چرا. خب این 10 هست. بله. F5. صفر رو هم درست انجام میده. حالا بایستی برای مساوی بیام کد بنویسم. 12 هست. اجازه بدید ببرمش انتها بذارمش. و بعد چون کدی رو که این بالا داریم رو تقریبا همین رو باید بنویسم توش، از این استفاده میکنم. به جای نام یک باید بشه نام 2 as long و بعد اینجا باید بشه result. خب
text edition text box یک نقطه text. اجازه بدید که کپیش کنم و بعد بیام بگم که if operation مساوی باشه با برای مثال مثبت رو ابتدا شروع کنیم، بگیم که سپس بایستی ریزالتش بشه نام یک به علاوه نام دو، به تب بایستی این تکست مساوی بشه با ریزالت. خب تقریبا همین تکست برای بعدی هست، در نتیجه کپیش میکنم، فقط اینجا میشه else if و بعد اینا میشه منفی، منهای تکست بعدی هم تقریبا همینه. بذارید یه ذره برم پایین، فقط با این تفاوت که اینجا ضرب هست و اینجا تقسیم. خب and if کنیم مساویش درست شد. خیلی خب بریم ببینیم که اجازه بدید اینجا رو پاک کنم. حالا برای به علاوه بیام به وجود بیاریم، شماره 13 ببرمشون پایین بذارمش. خب کدش هست نام یک مساوی هست با تکست باکس یک نقطه تکست. زیاد استفاده میشه تکست باکس یک نقطه تکست اگر صفر بنویسدش توی تکست باکس بایستی اپریشنش بشه به علاوه. خب الان اگه بر روی F5 بزنیم بایستی به علاوه همون کار کنه، تو به علاوه دو مساوی است با 4. بعد منفیمون 14 هست، همینو کپی میکنم با این تفاوت که این میشه 14 و بعد این میشه منفی. F5 سه منهای یک مساوی است با دو. بله تقسیممون هست 15، اون یکی دیگه هم از 16. خیلی خوب کپی میکنم یکی دیگه، این 15 برای تقسیمه، این برای ضربه و این از 16. F5 یکی به علاوه 3 مساوی است با 4، منهای 2 مساوی است با 2، منهای 6 مساوی است با منفی 4. پاکش نکرد برای اینکه 30 رو درست نکردیم هنوز. 30 شمارش هست 11. یک 11 اینجا به وجود بیاریم، همینو مثلا کپی میکنم، میام میگم که این 11 فرمان زیادی لازم نداره، فقط باید بگیم که بایستی خالی باشه
همین F5 میزنم. خب یک به علاوه دو مساوی است با سه، منهای دو مساوی است با یک، منهای شیش مساوی است با منفی پنج. و به این شکل به راحتی دیدید که یک ماشین حساب با استفاده از مایکروسافت آفیس وورد طراحی کردیم. امیدوارم این درس هم به درتون خورده باشه.